همگی خوش اومدید به باشگاه فیزیک تهران، جلسه 193. در خدمت آقای دکتر رمضانپور خواهیم بود. قبل از اون اخبار رو خواهیم داشت، ولی یک تغییری رو من میخوام اعلام کنم. در طی 5 سال گذشته بخش اخبار رو آقای فرنودی زحمت میکشیدن، به علت اینکه گرفتار تدریس شدن. یکی دیگر از همکاران خانم دکتر اعتصامی ادامه خواهند داد این ماجرا رو. من میخواستم از آقای فرنودی تشکر کنم. در طی مدتی من هم توی این جلسات بودم، خیلی از اخباری که ایشون میگفتن با انرژی و سبک خیلی قشنگی که میگفتن لذت میبردم. به همین مناسبت رئیس انجمن فیزیک آقای دکتر اجتهادی یک متنی رو نوشتن که من در واقع میخونم از روش. همکار گرامی جناب آقای علی فرنودی، این تقدیرنامه به پاس 5 سال تلاش بیدریق و دلسوزانه شما از آذر ماه 1395 تا مهر 1400 به عنوان مسئول بخش پرسش و اخبار باشگاه فیزیک تهران تقدیم می شود. با آرزوی سلامتی برای شما، امیدواریم انجمن فیزیک همواره از لطف و همکاری شما بهره‌مند باشد. با احترام، محمد رضا اجتهادی، رئیس انجمن فیزیک ایران. من هم به نوبه خودم از آقای فرنودی تشکر می‌کنم. امیدوارم که در دیگر کنفرانس‌ها و سمینارها و غیره در خدمت ایشون باشیم و استفاده کنیم از ایشان. از این به بعد هم خانم دکتر اعتصامی قبول زحمت کردند که این بخش اخبار رو ادامه بده. خانم دکتر اعتصامی دانش آموخته دانشگاه تهران هستند و در زمینه نانوماشین های کزیمیر کار کردند، البته با خود من در واقع، راستش رو بخواین، و اطمینان دارم که ایشون هم مثل آقای فرنودی بخش اخبار رو با انرژی و دقت فراوان به شما خواهد گفت. خانم دکتر اعتصامی، بفرمایید. خیلی ممنون آقای دکتر. سلام میکنم به همه. اول قبل از گفتن خبر رو هم یه تشکر ویژه بکنم از آقای دکتر فرنودی به خاطر تلاش و زحمت هایی که توی این مدت کشیدن و هر جا که هستم براشون آرزوی موفقیت دارم. من یه چند ثانیه فقط ویدئومو روشن میکنم برای اینکه معرفی بشم خدمت همگی، بعد خاموشش میکنم که سرعت نت یه وقت کم نشه. بذارین دو صفحه رو میذاریم. خب الان صفحه منو دارین دیگه همگی؟ بله بله. خب من ویدئو رو خاموش میکنم دیگه، فقط این صفحه باشه. من عذرخواهی میکنم قبلش به خاطر اینکه صدام گرفته، چون همین دیروز من کرونا گرفتم متاسفانه و امیدوارم که صدا یاری کنه تا آخر. خب خبر اولمون راجع به جایزه نوبل امسال هست که معرفی شدن توی همین ماه اخیر. 3 نفر به عنوان دریافت کنندگان جایزه نوبل انتخاب شدن، 2 نفر به شکل مشترک، پروفسور مانابی و پروفسور هاسلمن نصفی از جایزه رو و پروفسور پریسی هم نصف دیگه از جایزه رو دریافت کردن. این 2 نفر به خاطر مدل سازی های تئوری که روی آب و هوا داشتن و تونسته بودن پیش بینی بکنن با دقت قابل قبولی اتفاقاتی مثل گرمایش زمین رو، جایزه بهشون تعلق گرفت و تئوریشون زیربنای تئوری های بعدی شد. پروفسور پریسی هم که حالا سخنان محترممون امروز درباره کارشون صحبت میکنن راجع به بی نظمی ها و افت و خیز ها و رابطه شون توی سیستم های پیچیده، چون سیستم های پیچیده پیش بینی رفتارشون کار دشواریه. تئوری که ایشون ارائه دادن خیلی کمک کرده پیش بینی پذیری این سیستم ها رو. من فقط توی تصویر میخوام به شکل آماری، چون بحث جایزه نوبله البته فکر کنم که خیلی مشخص نیست، اما اگه زوم کنید روی صفحه میبینید که چه رشته هایی تو چه سال هایی جایزه گرفتن. اگه دقت کنید میبینید که بیشترین جایزه رو فیزیک ذرات گرفته و فیزیک هستی و ذرات گرفته، بعد فیزیک ماده چگال گرفته، بعد از اون فیزیک اتم مولکولی هست، نجوم و کیهان شناسی،
فیزیک کاربردی، فیزیک کوانتوم و آخر از همه فیزیک کلاسیک. این خطوط باریک هم که میبینین، یعنی مثلا امسال نمیدونم موس من آم بله میبینم این سال یه نفر جایزه گرفته، این خطوط زخیم تر، یعنی این سال تو این سال سه نفر جایزه گرفتن، اینه که حالا متوسط زخمتشون دو نفر، چون میدونی که بیشتر از سه نفر جایزه نوبل رو دریافت نمی کنن. خبر بعدی خیلی کوتاه راجع به یه کاوشگریه که اخیراً پرتاب شده، ناسا پرتابش کرده به سمت مشتری برای اینکه تصویر برداری کنه از یه سری اجرام آسمانی که در اطراف مشتری هستن. به این اجرام آسمانی اصطلاحاً میگن تروجان ها. یه سری سنگ هایی هستن که توی فاصله از مشتری ثابتن و تو مدار مشتری دارن نسبت به تو مدار مشتری دارن حرکت میکنن. حالا این کاوشگری چه ویژگی خاصی داره؟ داره یه سری سیستم های خیلی پیشرفته، مثلا یه دوربین تصویر برداری خیلی قوی داره که قراره تصویر بگیره از این اجرام. این اجرام چون خیلی از خورشید دورن به شدت تاریکن و اینکه بتونیم یه تصویر دقیق ازشون داشته باشیم کار سختیه. دقت این دوربین تصویر برداری طوریه که شما اگه این طرف زمین فوتبال دوربین رو بذارین، میتونین با وضوح یه پشه‌ای رو اون طرف زمین فوتبال تصویرش رو بگیرید. یه دوربین حرارتی دارن که امواج مادون قرمز رو از این اجرام دریافت میکنه. این به چه دردی میخوره؟ به درد این میخوره که اینا وقتی که یه جسمی نور خورشید رو جذب میکنه و بعد طریقه این که نور خورشید رو دوباره به محیط برمیگردونه به ما میگه که این از چی تشکیل شده. این خیلی کمک میکنه به این که بفهمن این سنگا از چی تشکیل شده و بتونن متوجه بشن که منظومه شمسی چطور به وجود اومده. یک سیستم دیگه هم داره که من جزئیاتش رو مطالعه نکردم، اما پیشنهاد میکنم برین تو سایت ناسا و جزئیاتش رو مطالعه کنین که قرار دنبال علائم حیات بگرده. خب برنامه لوسی اول این بوده که قرار بوده دور این هفته بره از این هفته جرم تصویر بگیره. منتها برنامهش ناگهان عوض میشه و قرار میشه بره از 8 جرم تصویر بگیره. چرا؟ چون یهو به شکل تصادفی فهمیدن یکی از این اجرام یه قمر کوچولو داره که داره دورش میچرخه و خلاصه برنامه رو عوض میکنن طوری که بتونه بره از 8 از هر 8 اینا تصویر بگیره. اینم مسیرشه. این بنفشه مسیر حرکت این کاوشگره. 12 سال این پروژه طول میکشه. دوبار تو این مدت برمیگرده به دور زمین شتاب میگیره و میره از کنار این اجرام، اگه دقت کنین اینجا از کنار این اجرام رد میشه و تصویر میگیره، دوباره برمیگرده به زمین شتاب میگیره و میاد از این قسمت تصویر برداری میکنه. حالا به عنوانی که فقط یه چیز جالبم نشون داده باشیم، اگه شما تو مشتری نشسته باشین این مسیر حرکت رو اینجوری میبینین، اون اجرامی که دارن حول مشتری توی مدار ثابتی دارن با مشتری حرکت میکنن، جاشون تقریبا ثابته، توی مدار ثابتن و ناظر مشتری اینجوری میبینه این مسیر رو. خب بریم سراغ خبر اصلی. من از این فیلم‌های علمی تخیلی شروع کردم. حتما دیدین تو فیلم‌های علمی تخیلی که یه چیزی رو شناور میکنن و روش پرواز میکنن، حالا قالیچه پرنده باشه، اینجا اسکیت بورده و خلاصه این چالش همیشه بوده که چجوری ما میتونیم اجسامو معلق کنیم. حالا معلق کردن اجسام الان روشایی هم براش هست. مثلا اینجا ببینید به کمک تو تصویر قبلی، کار خیلی پیچیده‌ای هم نیست، به کمک امواج صوتی ببینید داره قطرات آب رو توی فاصله‌ای از همدیگه معلق میکنه. خیلی هم چیز عجیب و غریبی نیست، همون موج ایستا که شما تو فیزیک دبیرستان میخونین، اینجا هم دقیقا همون کار ما با دو تا بلنگو بالا و پایین با موج صوتی انجام میدیم. تنها تفاوتش اینه که موجی که تو تناب داره تشکیل میشه یه موج عرضیه، موجی که صوت داره به وجود میاره یه موج طولیه. پس صوت یه چیزی که میشه باش معلق کرد اجسامو. حالا این معلق کردن واقعا کجا کاربرد داره؟ بریم اسلاید بعدی. خب خیلی کاربرد داره. اول از همه بدونیم که یکی از نیروهایی که توی فیزیک ابعاد بزرگ خیلی وقتا مشکل ساز، خیلی وقتا هم کمک کننده است، نیروی اصطکاک. نیروی اصطکاک خیلی جا کمک کننده است، اگه نبود ما اصلا نمیتونستیم راه بریم. اما خب یه جاهایی هم مزاحممونه که وقتی که ما میخوایم با سرعت از یه جایی منتقل بشیم به یه جای دیگه. حالا یه سری راهکارها ارائه شده برای اینکه ما نیروی اصطکاک رو کم کنیم و به همین ترتیب بتونیم سرعت حرکت رو افزایش بدیم. یکی از کاربردهای خونگی و سرگرمیش همین میزای ایر هاکیه. اگه دقت کنین یه سری سوراخ روی این میز قرار داره که از توش هوا به شدت میاد بیرون و این توپو معلق میکنه. شما با کمترین ضربه ای میتونین توپو حرکت بدین روی میز. یه کاربرد دیگه اش تو قطارهای مغناطیسیه.
نمیدونم حالا چقدر آشنایی دارین راجع به قطار مغناطیسی، اینا به کمک نیروی مغناطیسی معلق تو فضا هستن. البته معلق حالا نه که 2-3 متر از این فاصله داشته باشن، یه چند سانتی از این ریلشون فاصله دارن و این باعث میشه که بتونن با اصطکاک خیلی خیلی کمتری حرکت کنن و برای همین سرعتشون میتونه خیلی خیلی بیشتر باشه. یه کاربرد نظامی دیگه که داره اینه که شما اژدر یک جور موشک زیر دریاییه. اژدر وقتی که داره تو دریا حرکت میکنه تا بیاد برسه بخوره به هدفش، حرکت تو آب، حتما تو استخر تجربه کردین، خیلی نیروی مقاومت مولکولای آب خیلی به نسبت نیروی مقاومت مولکولای هوا بیشتره. شما کلی باید انرژی بذارین که تو آب بتونین حرکت کنین، تقریبا دویدن تو آب غیر ممکنه. حالا فرض کنین اژدری که داره حرکت میکنه با کلی نیروی مقاوم داره روبرو میشه، برای همینه که معمولا سرعت حرکت اژدرها خیلی کمه و اون کشتی که حالا داره، کشتی نظامی که داره مورد هدف قرار میگیره، اگه سرعت مناسب داشته باشه میتونه فرار کنه. تکنولوژی جدید اینجوریه که این اژدرتون رو شما از نوکش شروع میکنین یه گازی رو، این اژدر از خودش بیرون میده موقع حرکت. وقتی گاز بیرون میده مثل این شکلی که حالا کارتونیه، این اژدر دورش رو دیگه هوا گرفته، آب نگرفته، پس انگار استکاکی که داره حس میکنه نسبت به هوا نه نسبت به آب. بر همین تو بود مثلا 4 برابر سرعت اژدر زیاد میشه و تقریبا میشه گفت که نمیشه از دست این فرار کرد. خب حالا من میخوام راجع به تعلیق دوباره صحبت کنم. تعلیق رو یه چند تا مثال کوچولو میزنم که دوباره از روی صوت، به کمک صوت داریم یک قطره آب و هم شکلشو هم موقعیتشو داریم مشخص میکنیم. ببینید اینجا داریم ما شکل قطره آبمون هم تعیین میکنیم. چون خیلی وقت نیست منم اگه برم بالا منبر خیلی میمونم بالا دیگه فیلم ها رو کامل نشون نمیدم، فقط اون تیکه هایی که حالا جالبه و ربط داره. توی فیلم بعدی میخوام راجع به اثر صحبت کنم. این اثر رو خطرناک نیست، تو خونه همیشه آزمایشش کرد. اثر لیدن فراست هست. شما یه ماهیتابه رو اگه بذارین رو گاز، قدیما میخواستن مثلا، قدیما که خیلی قدیم نه، ولی میخواستن بفهمن ماهیتابه داغ شده یا نه، یه قطره آب میشکوندن دوش، این قطره آب اگه پخش میشد رو ماهیتابه میگفتن خب هنوز خیلی داغ نشده، اما اگه قطره آب شروع میکرد به لغزیدن کف ماهیتابه میگفتن خب خیلی داغ شده ماهیتابه. این همون اثر لیدن فراسته. ببینید ما اینجا یه قطره رو انداختیم روی سطح خیلی خیلی داغ، این دقیقاً اینجا هنوز داغ نشده، قطره رو که میریزیم این اتفاق میفته. اگه سطحمون به اندازه کافی داغ بشه، بریم جلوتر، این اتفاق میفته، این قطره دیگه پخش نمیشه. آها اینجاست، این قطره ها دیگه پخش نمیشن، انگار که دارن راحت میلغزن روی اون سطحی که یه عالم هم استکاک داشت. پس تو این اثر ما میتونیم استکاک با سطح رو خیلی خیلی کمش کنیم. یه سری چالش ها هست، اینکه مثلا سرعت حرکت این قطره ها روی این سطح خیلی کمه، یا اینکه ما چجوری جهت‌دار کنیم سرعت حرکت ها، که این برای اینا هم یه سری راه حل ارائه شده. اما خبری که امروز میخوام بگم، دو تا مقاله هست، یکیش توی مجله فیزیکال ریویو لترز چاپ شده، که اینا اومدن قطره آب رو به جای اینکه روی سطح جامد داغ بریزن، روی لایه نازک روغن داغ ریختن. یعنی یه سطح جامد داریم، یه لایه نازک روغن داغ داریم، بعد این قطره رو میندازیم روش. اتفاقی که میفته اینه، اگه رو سطح جامد بود، این قطره که میافتاد زیرش یه بالشتک هوا تشکیل میشد، یعنی یه لایه از اون قطره بخار میشد و این باعث میشد قطره معلق بمونه. الان این ذرات حبابی که تو قطره ان نمیتونن به خاطر وجود روغن از زیرش بیان بیرون، تجمع پیدا میکنن، یه مرتبه مثل جت، ببینید تو این عکس ها پیداست، مثل جت از یک سمت فرار میکنن و به سرعت این قطره حرکت میکنه. خب این کاربردش اینه که تونسته سرعت حرکت این قطره ها رو زیاد کنه. اینجا من سریع فقط فیلمش رو نشون میدم، روی سطح روغن داغ ببینید یهو اینا مثل جت از توش این حبابا فرار میکنن. یه مقاله دیگه که دوباره راجع به این پدیده کار کرده، توی مجله ساینس چاپ شده. یکی از مشکلاتی که اون پدیده لیدن فراست داره اینه، درسته شما استکاکی کم میکنین، درسته چسبندگی رو خیلی کم میکنین، درسته که تقریبا به تعلیق میرسین، اما دارین واسهش خرج میکنین، کلی دارین خرج میکنین که اون سطح زیری جامد رو داغ کنین. حالا چجوری میتونیم تو دمای اتاق این اثر رو ببینیم؟ یه راه حل اینه که از مواد فعال استفاده کنیم. اینجا اومدن از آب گازدار استفاده کردن. آب گازدار رو دارین روی سطح، ببینید این یه سطح فوق آبگریز گذاشتن اینجا و یه قطره‌ای که آب گازدار هست و گذاشتن روش. این قطره معلق میمونه. اینجا این تصویر رو گرفتن که ثابت کنن قطره معلق میمونه. اما خود این تصویر به تنهایی نشون نمیده که واقعا قطره معلقه. ممکنه به خاطر اینکه سطح فوق آبگریزه یک چنین زاویه تماسی ما داریم میبینیم. چجوری نشون میدن قطره واقعا معلقه؟ تئوریشون اینه، میگن ادعاشون اینه، میگن این قطره که ما میذاریم روی این سطح
لحظه اول اینطوریه، بعد کم کم اون گازهایی که توی اون قطرن میخوان خارج بشن از سمت پایین، اینا نمیتونن خارج بشن، اینجا تجمع میکنن، یه بالشتک هوا به وجود میاد. این بالشتک هوا کم کم این ذره رو معلق میکنه. چجوری ثابت میکنن که معلق شده؟ اینجوری با این فیلمه. ببینید اینجا از زیر داره از این قطره تصویر برداری میشه. این بالشتک هوا که به وجود میاد باعث میشه که شما تصویری که از کف قطره میبینید، این فریزهای تداخلی نور رو ببینید. یعنی اگه یه لیزر عبور بدین از اون پایین، شما این فریزهای تداخلی رو میبینید که به حلقه های نیوتن معروفن. حلقه های نیوتن وقتی که شما یک چیزی شبیه لنز کروی داشته باشین اتفاق میفته. اینجا این ثابت داره میکنه اینو که این قطره دیگه اینجا معلق شده. حالا وقتی که زمان میگذره تو پدیده لیدنفراست معمولی هم اینجوریه، کم کم قطره تعلیقش رو از دست میده و به سطح میچسبه. اینجا هم همینطوره. ببین از لبه ها این دایره های تداخلی کم 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 محو میشن تا اینکه دیگه قطره کاملا رو سطحش قرار میگیره. این هم یه فیلم دوباره که سرعت حرکت این قطره ها رو اومدن بررسی کردن. باز به مرور زمان میبینین که تقریبا به این سرعت حدی میرسه. این نوسان ها هم به خاطر اینکه این سطح ناهمواری داره. اینجا هم یه سری سطح گود رو گذاشتن ببینن استکاک رو چقدر میشه کاهش داد. این یه قطره آب خالیه، اینجا کم 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 گاز اضافه میکنن بهش. این قطره پایینی بیشترین غلظت گاز رو داره. ببینین کاملا مشخصه که چقدر استکاک داره کم میشه. خب و این هم فیلم آخر. اینجا هم یه لیوان داریم که نصفش رو از اون پوشش فوق آبگریز پوشوندن، نصفش شیشه معمولیه و بعد آب گازدار یا نوشابه رو میریزن توش. ببینین چه اتفاقی میفته. اون نصفه ای که شیشه معمولیه، این حبابا رو ما میبینیم که آروم آروم دارن رو دیواره حرکت میکنن، ولی رو اون سمتی که اون پوشش رو داره انقدر سریع اینا حرکت میکنن، انقدر استکاکشون کم شده که ما اصلا نمیبینیم حرکت حبابا رو روی دیواره. خیلی کوتاه فقط بگم که این قضیه اینجوری نیست که فقط برای لذت بردن از این تصاویر باشه، خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. پیشنهاداتی که شده اینه که مثلا توی سیستم هایی که دارو رسانی میکنن تو بدن یا سیستم های پیشرفته میکروفلویدیک که سیستم هایی هستن که تو شما یک مسیرهای میکرونی، مسیرهای خیلی باریکی رو دارین که میخواین جهتمند سیارتون توش حرکت بکنه، این پدیده خیلی میتونه کاربرد داشته باشه. خیلی ممنونم، امیدوارم که از وقت استفاده کرده باشم و زیاد صحبت نکرده باشم.